عرض ادب و احترام دوستان به فروشگاه سلام بابا، خوش اومدید. امروز مقایسه دو تا تلویزیون حرفه‌ای و میان رده رو به بالا از برند سونی و برند سامسونگ رو داریم. دو تلویزیون حرفه‌ای 4K 120 هرتزی که با پنل وی ای و بکلایت فول رایلوکال دیمینگ عرضه شدن. در این سمت ما تلویزیون سونی X90N رو داریم، سال ساخت 2023، پرفروش‌ترین تلویزیون سری 9 برند سونی در فروشگاه سلام بابا. و در این سمت هم تلویزیون کیو‌ال‌ای‌دی حرفه‌ای برند سامسونگ رو داریم، مدل Q80C، سال ساخت 2023. دو تلویزیون از نظر مشخصات فنی روی کاغذ به هم دیگه خیلی نزدیک هستن. سامسونگ Q80C سال 55 اینچش رو در بازار قیمتی 52 میلیون تومان میتونید سفارش بدید و سونی X90N هم سال 55 اینچش در بازار قیمتی 58 میلیون تومانی قابل خرید در تیر ماه 1403. و خب اونجایی که خیلی این دو تلویزیون به هم دیگه نزدیک هستن، سعی کردیم که یک ویدیو مقایسه‌ای برای شما عزیزان ضبط و رکورد بکنیم و خب خیلی کلی اول می‌خوایم که تفاوت دو تلویزیون رو خدمت شما عرض بکنیم. در بخش طراحی هم تو که ملاحظه می‌کنید، سامسونگ Q80C به صورت پایوسط خطی طراحی شده و خب کیفیت ساختش هم واقعا بالا. سونی X90N هم که به صورت پایبرن طراحی شده، پایه‌هاش هم فلزیه، در دو ارتفاع هم قابل تنظیمه و اون هم دقیقا مثل مدل Q80C از کیفیت ساخت بسیار خوبی برخورداره. از نظر پلتفرم امکانات هوشمند که دو تلویزیون کامل با هم دیگه تفاوت دارن، سامسونگ Q80C با سیستم عامل تایزن عرضه شده و سونی X90N هم که با سیستم عامل اندروید و رابط کاربری گوگل تیوی عرضه شده که شما دستتون بازه برای یه نصب بازی، برنامه و اپلیکیشن، خصوصا اپلیکیشن‌های ایرانی رو شما خیلی راحت میتونید روی تلویزیون‌های اندرویدی نصب بکنید. ولی خب در اون سمت سامسونگ هم یک سری امکانات بهتون میده که ممکنه در تلویزیون‌های اندرویدی نباشه، مثل مولتی ویو یا قابلیت پی وی آر یا همون ضبط برنامه در حال پخش که در تلویزیون‌های برند سونی ما این رو نداریم. و همچنین تلویزیون‌های سامسونگ اکثرا با رسیور سرخود ماهواره عرضه شده‌اند، ولی خب هیچ کدوم از تلویزیون‌های برند سونی رسیور سرخود ماهواره ندارن که این هم ممکنه برای خیلی‌ها حائز اهمیت باشه. در بحث پورت ورودی خروجی که دو تلویزیون نسبتاً تکمیل هستن، با این تفاوت که سامسونگ Q80C میتونه 4 تا پورت HDMI 2.1 در اختیار شما قرار بده که سونی X90N فقط 2 تا پورت HDMI 2.1 رو داره که این هم ممکنه برای بعضی از کاربران حائز اهمیت باشه. در بخش سیستم صوتی هم تلویزیون سونی X90N دو کاناله هستش با تان خروجی 30 وات که دو تا بلندگوی تویتر 5 واتی داره که شما صدای دیالوگ ها رو رساتا رو واضح تر میشنوید. در این سمت هم Q80C دو کاناله هستش با تان خروجی 40 وات که اسپیکرهای ووفر هم داره. در نتیجه زمانی که شما حالا آهنگ و موسیقی با تلویزیون گوش میدی، صدای بیس بهتری رو به نسبت سونی X90N بهتون میده که حالا در آخر ویدیو آخر مقایسه هم تست صدای اسپیکرهای این دو تلویزیون رو برای شما عزیزان ضبط و رکورد کردیم. در بخش نمایشگر هم حالا یه تفاوتایی هم با هم دیگه دارم. سونی X90N دوستان از نوع LED نمایشگرش و خب 10 بیت واقعی هستش و خب دقت رنگ‌ها در این تلویزیون واقعا بالا هستش. نمایشگرش گفتیم که 10 بیتیه. سامسونگ Q80C دوستان نمایشگر از نوع QLED یا همون کوانتوم داد و خب 8 بیت به علاوه FRC هستش که الان روی کاغذ پیش بینی میشه سونی X90N در بحث دقت رنگی، حجم رنگی و پوشش رنگی بهتر از سامسونگ Q80C باشه. ولی خب سامسونگ Q80C به واسطه اینکه حالا تکنولوژی کوانتوم دات رو داره یا همون QLED کمی در رنگ‌ها اغرا شده و در واقع رنگ‌های اشباع شده تری رو ما در سامسونگ Q80C می‌بینیم که حالا اینم به نوبه خودش چیز بدی نیستش، ولی خب ممکنه خیلی از کاربران روش حساس باشن و خب رنگ‌های طبیعی‌تر رو در سونی X90N ترجیح بدن که حالا ما تست رنگ‌ها رو هم گذاشتیم در ادامه ویدیو و ادامه مقایسه که میتونید ملاحظه بکنید. تفاوت دیگر دو تلویزیون دوستان در سیستم نور پس‌زمینه هستش. دو تلویزیون دوستان بکلایتشون فول رایلوکال دیمینگ هستش، با این تفاوت که سامسونگ Q80C تو سایز 55 اینچ 100 تا ناحیه نوری قابل کنترل داره و سونی X90N فقط 54 تا ناحیه نوری قابل کنترل داره که البته اینو بگم دوستان تعداد دیمینگ زون های بیشتر به معنی کیفیت تصویر بهتر یا روشنایی بیشتر نیستش به هیچ عنوان، بلکه مهم اینه که تلویزیون چطور بتونه این تعداد نواحی نوری رو کنترل بکنه و در واقع کنترل نوری رو چطوری انجام میده که برند سونی همیشه این کار رو به نحو احسن انجام میده که حالا شما در ادامه ویدیو هم میبینید که حالا روشنایی و کنتراستشون به چه صورت هستش. به صورت کلی بهتون بگم اون چیزی که ما تست کردیم در حالت پخش محتوای HDR روشنایی سونی X90N به مراتب بیشتر از سامسونگ Q80C بود، ولی خب در حالت پخش محتوای HDR روشنایی سامسونگ Q80C به نسبت جزئی از سونی X90N بیشتر بود، حد 10-15%. ولی خب در زمینه کنتراست و حالا بلومینگ و نشت نور و درست شدن حاله سفید در اطراف آبجکت‌های روشن در بک‌گراند تاریک، سامسونگ Q80C در محیط تاریک عمل کرده خیلی بهتری رو داشت
و ما بلومینگ خیلی کمتری رو در سامسونگ Q860 به نسبت سونی X90L دیدیم و تجربه کردیم که حالا در ادامه هم شما این ویدیو رو میبینید. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید دوستان و نظرات خودتون رو در بخش کامنت ها برای ما بنویسید و سابسکرایب به چنل یوتیوب سلام بابا حتما یادتون نره. خیلی مخلصیم.
commentator Derek Gray, and sitting alongside me, the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player Stuart Robson. And we can't wait for this one to start, but just a viable cause. It's Argentina versus Germany. Well, thanks Derek, as always. Same as said, two good teams, great playing surface and a vibrant atmosphere. Has all the ingredients for a really exciting game. The Argentina first team, immediately on that next.